چطورم از کارت انداختم؟ 10 دقیقه پیش شیفت من تموم شد. فردا برای گرفتن جواب آزمایش دیگه مزاحم تو نمیشم. خودم کارامو انجام میدم. نه عزیزم، به منم بگو. نگرانم ببینم دکتر چی میگه. امیدوارم نازایی اینا در کار نباشه. اگرم همچین چیزی بود تو نباید امیدتو از دست بدی. میدونی که الان دیگه علم پزشکی خیلی پیشرفت کرده. آره چه میدونم، ولی سنم زیاد شده. میترسم بگن دیگه صاحب بچه نمیشم. خاله جواهر خیلی بهت فشار میاره، برای همینه که تو انقدر بدبین میشی. نه بابا، حرفای اونو به دل نمیگیرم. من خودم میخوام، میخوام مادر بشم. کدوم زنیه که نخواد؟ من تو بزرگ کردن خواهرام به مامانم خیلی کمک کردم. چون اون مریض بود عایشه رو کلن خودم بزرگ کردم، یعنی یه جورایی من مادرش بودم. الانم 3 تا بچه دارم. اما میدونم عزیزم، هرچی باشه بچه خود آدم یه چیز دیگه است. واقعیتش الانم شرایطمون خوب نیست. شایدم دارم کار احمقانه‌ای میکنم، اما میخوام این حس رو تجربه کنم. میدونی بعضی وقتا منم خیلی دلم میخواد، اما اول باید یه شوهر پیدا کنم و ازدواج کنم. به جواهر خانم بگیم زود برات آسیم بالا میزنه. یه مدت از بیکاری برای خودش دفتر ازدواج باز کرده، یکی هم واسه تو پیدا میکنه. نه نه، کسی که اون پیدا کنه رو نمیخوام. بعدش هم من اصلا از این خواستگاری کردن خوشم نمیاد، باید خودم پیدا کنم و کنار بیام. یعنی میگی رسم خواستگاری اینا خوب نیست؟ نه عزیزم، منظورم اینه که همه مثل تو خوششانس نیستن. چی شدی؟ به چی میخندی؟ به حال روزم. عمرن به فکرم نمیرسید یه روز بر اینکه یه خواستگار منو ببینه را بیفتم این برام بر. مسخره بازی در نیار. چند ماه پیش تو چه وضعیتی بودیم؟ الان با هم دست به چه کارایی میزنیم؟ حالا این آقای نظمی قدش چقدره؟ چی میدونم؟ اوه، نکنه یکی باشه که قدش داشونم باشه و پیشم را بره. میذارم فرار میکنم و گفته باشم. بوره یه سبزه لاغل اینو بگو. اینو که میدونی. راستشو بگو، قیافش چجوریه؟ راستش جمی کم تعریف کرد، اما الان نگم بهتره. تو ذهنت یه چیزایی تصور میکنی، بعدش اونجوری نمیشه، میخوری تو ذوقت. بی خیال شو، فلان تو کفش بمون، هیجانش بیشتره. لاغل بگو اسب سفید داره یا نه. ماشین داره، اما سفیده یا نه رو نمیدونم. نظمی، 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 بس دیوونه. حتما میگه دیوونه، دروغم که نگفته. اوه سلام اوز، خوش اومدی. ممنونم. صورتت چی شده؟ یه تصادف کوچیک کردم، مهم نیست. دیروز که پشت تلفن گفتی مریضم، گفتم حتما داری فیلم بازی میکنی. واقعا مهم نیست. بلا به دور. بلا به دور. ممنون، متشکرم. بلند کارو ول کرد، به جاش دنبال یکی دیگه. چی شده؟ چرا ترک کرد؟ جناب منتقل شده. خیر باشه. تو اینترنت کلی آدم دنبال کار میگردن. یه نگاهی کردم مداره که بعضی هاشونم در آوردم. تو هم یه نگاهی بندازه که کسی به درد کارمون خورد دعوتش کنیم. باشه. ممنونم. نوشه جونتون. چیزی میخواین؟ چای. الان میارم. فقط لیوانی باشه. یه
جا نگه داریم قهوه چیزی بخوری. باشه. این نزدیکی ها میشه یه جا نگه داریم؟ چشم خانم، یکم جدوتر یه مسافرخونه هست. آه باشه، خوبه. کمال خانه، میدونست که میری؟ آره بابا. الو. الو، سلام نجلا. سلام، حالتون چطوره؟ خوبم عزیزم، تو راهی؟ بله، لیلا هم با منه، این دفعه با هم دیگه میریم. نزمیرم بگو. بفرمایید، گوشم با شماست. نجلا جون، امروز علیرضا خان استعفا داد. چرا؟ چیزی شدی؟ به خدا نتونستم متقاعدش کنم، خیلی حساسه. از روزی که اومده میگه ممنون که به من کار دادین، ولی به من احتیاجی نداشتین. خلاصه خودشو اینجا اضافی حس کرد و استعفا داد. متوجه شدم. منم هر کاری تونستم کردم، خواستم جلوشو بگیرم، اما گفت خودش اینجا راحت نیست. تصمیمشو گرفته بود، چون دیدم خیلی ناراحت میشه گفتم باشه. ای بابا، ناراحت شدم. منم همینطور، ولی چیکار کنم، نتونستم به زور نگهش دارم. البته خواستم بدونی این ماجرا تقصیر ما نیست. فهمیدم، خیلی ممنون. باشه، وقتتو نمیگیرم، به جمم سلام برسون. حتما. به سلامت دخترم، مواظب باشین. باشه، نگران نباشین، روز بخیر. چی شده؟ بابا از کار استعفا داده. ای بابا، به خدا میدونستم، خیلی بهش فشار میومد، میدونستم این کارو میکنه. چی بگم، هرچی صلاحه. بیا بریم خونه ایما. نه امشب منتظر من نباش، میرم خونه و یکم میخوابم. فعلا تا بعد، خدافظ. فرخنده خانم، از این طرف بفرمایید. چرا؟ بفرمایید. حتما بازم آقای لوانت برام یه سورپرایز دیگه ای داره. شبتون بخیر فرخنده خانم. شب بخیر. میخواستم ببینم وقت داریم؟ میخوام یکم باهاتون حرف بزنم. راستش داشتم سوار ماشینم میشدم. زیاد معطلتون نمیکنم، لطفاً بفرمایید. تا جایی که میرین من میرسونمتون، تو راه هم حرف میزنیم. اما ماشینم اینجاست. کلیدارو بدین، پشت سر ما میارم. خیلی وقت ندیدمتون، چطوری؟ ممنونم، خوبم. ببخشید جانم گلشن. فرخنده تو کجا رفتی؟ الان یکی سوار ماشینت شد. میدونم، خبر دارم. کیه؟ چی شده؟ گفتم که گلشن جون بیا خونه ما، منتظرم. باش عزیزم. باشه، داره یه اتفاقی میفته. آره، بعدن حرف میزنیم. دوستمه کنجکاو شده بدونه برای چی سوار این ماشین شدم. خب گوشم با شماست. قبل از همه چیز میخواستم بهتون تبریک بگم. مدت زیادی نیست که شروع به کار کردین، ولی خیلی خوب پیشرفت کردین. ممنونم. تو شرکت همه از کارهای شما حرف میزنن. ظاهرن اینطور که معلومه سالیان زیادی رو با هم کار میکنیم. انشالله. به همین دلیل همونطوری که برای همه کارمندای کاربلدمون ارزش قائل میشیم، به خاطر پیشرفت بیشتر از این شما تصمیم گرفتم شما رو برای 3 سال دوره آموزشی به آمریکا بفرستم. تو این مدت تمام هزینه های شما به عهده ماست. منظورتون از ما؟ شرکتمون. یعنی میخواین دورم کنین، درسته؟ خیر، برعکس. به چشم ترفیع بهش نگاه کنین. از همسرتونم که دارین جدا میشین، توی همچین شرایطی به نفعتونه دور باشین.
هم ذهنتون آروم میگیره، هم کار یاد میگیرین. مقداری هم پول جمع میکنین. پولی که ما میفرستیم خیلی زیاده. این که این پیشنهاد از طرف شما مطرح میشه برام خیلی جالبه، چون من با آقای لوانت کار میکنم آقای فخرالدین، نه با شما. چون شریک لوانت هستم این پیشنهاد رو دادم. برای من پدر اصلا خانم هستین. ببینین فرخنده خانم، مبادا کاری کنین که ناراحتی پیش بیاد، این یه هشداره. ماشین رو نگه داری، میخوام پیاده شم. فقط تو قدمایی که برمیداری دقت کن. شب خوش خیریه. ظاهراً خبرای بد زودتر از خودم رسیده. نتونستی دووم بیاری، باز کار خودتو کردی. آره؟ دو روز نتونستی تحمل کنی، سختت شد؟ بله خیریه خانم، سختم شد. حرف دهن مردم شدن خیلی سختم شد. من از اولش بهت گفتم اگه برات سخته نرو. اون وقت فقط حرف زدی. اگه میخواستی ول کنی چرا اصلا شروع کردی؟ هم نجلا رو شرمنده کردی هم ما رو. امتحان کردم خیریه خانم، امتحان کردم. من از این غرور مزخرفت خسته شدم. کافیه دیگه، بس دیگه، به اینجام رسیده. داد نزن. مردی که بهت کار داد، اتاق داد، خب کارتو میکردی، چرا ول میکنی آخه؟ چرا؟ لاغت آخر ماه اونجا کار میکردی و یه حقوق میگرفتی میومدی. معلومه نمیتونی تحمل کنی، خیلی خستت کردن. خیریه دیوونم نکن، خفه شو، ببین آخرش بد میشه ها. نه خیلی، تو نگاه کن علیرضا خان، به این قبضا نگاه کن. ببین این برقه، این گازه، این آبه، اینم تلفن. اینا رو چجوری پرداخت کنم؟ با کدوم پول؟ تو که خیاطی میکنی و لباس میدوزی، خب یکم هم کمک میکنی. اشتباه خودتو با من توجیه نکن. واسه یه چندر غاز پول تموم روز دارم سوزم میزنم. از اونایی که میگن خوب نشده نمیپسندم، رو بر نمیگردونم. پارچه کسی رو تو صورتش پرت نمیکنم. غرور غرور غرور، کافیه دیگه، جونم به لبم رسیده. غرور شکمو سیر نمیکنه، نون تو سفره نمیذاره. بابا اونجا برای من کاری نبود. طرف تو رو درواسی موند، منو پشت اون میز نشوند. من اونجوری نمیتونم با نشستن پول در بیارم. تو رو خدا تمومش کن، تو خودت نمیخوای کار کنی، این اونو بهونه نکن. پس چرا نمیگی 30 سال کار کردم؟ 30 سال با شرفم، با حیثیتم. من حتی یک کروش پول ناحق و حروم به این خونه نیاوردم. یه لقمه نون حروم از گلوم پایین نرفته. آره فقط همینو بلدی، حرف دیگه ای نداری. هی میگفتی این قرضا باید یه جوری پرداخت بشه. پس چی شد؟ بدهیه تموم شد؟ هنوز مثل یه کوه وایستادن؟ تا دیدی بچه کار پیدا کرد باز زود تنبلیت گرفت؟
مگه من چون شوکت شروع به کار کرده کارمو ول کردم؟ یعنی میگی به شوکت تکیه کردم؟ یعنی این بارو به دوش اون انداختم؟ منظورت اینه؟ من منظوری ندارم. بچم نصف شبی تو این هوای سرد پشت فرمون میشینه و وقت ما اینجا چطور گرم و راحت بگیریم بخوابیم؟ متاسفم، خیلی متاسفم. دروغ میگم؟ گفتم ساکت شو. ساکت، دیگه نمیخوام یک کلمه بشنوم. وای بر تو، وای بر من، وای بر ما، وای بر این همه سال زحمتم. خوبه، منو اینجا پیاده کن داداش. اینم پولت. بفرم. ممنون، خسته نباشی. متشکرم. شب خوش. شب شما خوش. استفه خوش. آخیش راحت شدم. راه زیاد نبود ولی باز خسته شدیم. هتل خوبیه نه؟ هر وقت میام اینجا میمونم، خیلی راحته. اتاق منم تو این طبقه است دیگه نه؟ همین اتاق بغله. اینا رو آویزون کنم چروک نشه. به مامان گفتی رسیدیم؟ زنگ زدم، صداش فاجعه بود. ما هم تو این شرایط تنهاشون گذاشتیم. بی خیال، بهترم شد. اگه ما بودیم مامان نمیتونست کشش بده، طرف بابا رو میگرفتیم. دیگه بیشتر از این شرمنده باشه؟ لااقل تا ما برمیگردیم یکم میگذره و اوضاع آروم‌تر میشه. این مسئله هم تموم میشه میره. یکم بیا جون، بریم یه چیزی بخوریم، گشنمه. خیلی خوب. کی این درو باز کرد؟ بابام.
اونجا یخ بندونه؟ دیدی رخت خوابیشو اونجا درست میکنه؟ حتما عقلشو از دست داده. تو داری چی کار میکنی؟ میگم داری چی کار میکنی؟ این لحاف تو شکار چیه بلکن؟ دست از سرم بردار، تنهام بذار. الان مثلا داری چی کار میکنی؟ مگه تو اینجا آتشقالایی به درد نخوره تو نمیذاری؟ از این به بعدم که من یه بیمصرف اضافی هم، دیگه جام اینجاست. ای خدای بزرگ، مثل بچه ها قهر نکن علی رضا. اگه قرار باشه کسی قهر کنه اون منم. ببین داری اعصابمو به هم میریزی یا با تو هم، ول کن دیگه. اینجوری جریه دست و پاتم نمیگیرم دیگه، چشمت منو نمیبینم، عصبیم نمیشی. تو دیوونه شدی؟ مگه اینجا میشه خوابید؟ نه آتیشی نه بخاری، اینجا یخ میبندی. چون پسرم تو این سرمای شب پشت فرمونه، منم دل خوابیدن تو گرما رو ندارم. این انصاف نیست. پس میخوای کشش بدی؟ آره داری بد میکنی. ای خدای بزرگ، این چه بلایی دیگه سرم اومد. ای خدا، مصیبت تمومی نداره که، اصلا تموم بشه نیست. مامان دیگه اونجا میمونه؟ هر کاری دلش میخواد بکنه، کاری باهاش ندارم دیگه. خسته شدم. کجا میری؟ خونه خاله نایر. نه نه میام. تو بمون. غذاتو کشیدم، بانون بخور سیشی دخترم، نوش جونت. صدف چی کار میکنی دخترم؟ باز خودتو تو اتاق حبس کردی؟ هیچی، دارم کار میکنم. آخ بیا یکم شونه هامو ماساژ بده، خیلی گرفته. آخ آی آره خودشه، همینجاست. آی ببین چجوری صدا میده، بد جور گرفته. آی دستت درد نکنه. عزیزم تو خوبی دختر گلم؟ به من راستشو بگو عزیزم. خوبم مامان. چرا نرفتی کلاس؟ راستشو بگو. چند دفعه بگم مامان؟ ای بابا، پس چرا قبلش گفته بودی میرم، بعدش منصرف شدی ها؟ چیزی شده؟ خب به مامانت بگو. زنگ میزنم. خیر باشه ایشالله. بپرس کیه؟ کیه؟ باز کن دخترم، منم. خاله خیریه است. خوش اومدی ایوا. چی شده؟ نمیدونی چه بلایی سرم اومده. آی آخه چی شده؟ بگو تو رو خدا، منو نترسون. منو علی رضا دعوامون شد. صدف برو آب بیار دخترم، الکلم بیار. چشم. ای خدا خوبی؟ خواهجو نمیدونم کجا برم، چی کار کنم. علی رضا از کارش استفاده ده. آخه چرا؟ سر کار نتونست اونجا خودش راضی کنه، انگار شاکار کرده، حالا به زبون میگه. منم نتونستم تحمل کنم، دهنم رو باز کرد، داد و فریاد، لحاف تو شکیشو برداشت و رفت توی انباری. آب نمیخوام، یکم الکل میخوام بزنم. بیا جون. آره اینم یه مصیبت تازه.
تو رو خدا بگو من درد کدومشونو بکشم؟ هیچ کدوم دردشون تمومی نداره. خدا خیرت بده پسرم. چون مسیرم کوتاه بود هیچکی سوارم نکرد. این وقت شب مونده بودم تو خیابون. کدوم طرفت دارم؟ جاده جمیل توپزلو. من اون راهنمایی میکنیم؟ امروز روز اولمه، تازه شروع کردم به کار. مسیرها رو خوب نمیشناسم. مبارکت باشه پسرم. با گذشت زمان یاد میگیری. الان مستقیم برو، مستقیم. ببخشید. الو. سلام داداش جون، منم. سلام عزیزم. کجایی؟ سر کارم. چی شد؟ مامان و بابا بدجوری دعوا کردن. بیهاشتیشون دادیم. چی شده؟ مشکل چی بود؟ به خاطر کار بود. تو رو خدا بیه دیگه، من خیلی ناراحتم. عزیزم الان مسافر دارم، نمیتونم بیام. بعدن زنگ میزنم، باشه؟ ماما خونه ی خاله نیره، زنگ بزن اونجا. باش. بعدش هم بیا. باش عزیزم، الان قطع. من زنگ میزنم و حرف میزنم. نگران نباش. خیر باشه پسرم. چیز مهمی نیست. لوانت، به محض اینکه رسیدی به هم زنگ بزن، خیلی مهمه. این چندمین پیغام بود که گذاشتی؟ سومی؟ چهارمی؟ هنوز تو هواپیماست. منم میخواستم بگم ببند. فردا اول وقت خونتو عوض کن. نه دیگه، معلوم نیست چی میشه فرخونده. طرف رسما تهدیدت کرده، میبینی که احمقا. از نبودن لوانسو استفاده میکنن، اما خیلی پشیمون میشن. حسابشو پس میدن، میبینی؟ اصلا خانم نمیدونه با کی در افتاده، اما به زودی میفهمه. لجبازی نکن، اونا آدمای با نفوذی هستن، نمیتونی باشون در بیافتی. احمق، فکر میکنه منو میترسونه. من از اون قایم شم نابودش میکنم. فرخونده، مبادا در بیافتی. الان فقط ترسوندنه، شاید دفعه بعدی بلایی سرت بیاره. تو به حرف من گوش کن، تا لوانت برگرده فعلا این دورو برا نباش. کارو بارم ول کن، شرکتم نمیخواد بیای. خودم هم نمیخواستم بیام، اما این دفعه یارو فکر میکنه ترسیدم. اگه اون زن اصلا رو ببینم، هیچکی نمیتونه از چنگم درش بیاره. والا بیخیال شو، به دلت نگیر. تو هم داری بچه گول میزنی ها؟ واقعا نمیترسم. باشه بابا باشه. میخوای برو ازمیر پیش مامانت، اما چیزی بهش نگو، نگران میشه. نه دیگه، اونقدرم بزرگ نیست. تو ازمیر چی کار دارم بکنم؟ تازه اگه لوانت بشنوه زیاد کارشو طول نمیده، بدون مهتری بر میگرده. حساب اونا رو میرسه، نگران نباش. پاشو دیگه بریم بخوابیم، خیلی دیر شده. باشه. در قفل کردی؟ آره قفل کردم، اما میخوای یه بار دیگه چکش کن. کاپیتان صبح بخیر. صبح بخیر. چه خبر، چطور بود؟ خوب بود، تا صبح کار کردم، الان ماشین تحویل دادم. خوبه، زیاد که بهت فشار نیمد. نه فقط مسیرها رو خوب نمیشناسم، که اونم به مرور زمان یاد میگیرم. پرسیدنش خوب نیست، اما پولش چطوره؟ سوء تفاهم نشه، یعنی میخوام بدونم به زحمتش میارزه. خوبه، پول صاحب ماشین رو در آوردم. خوبه، برای خودم هم یه ذره مون. از خدا بده برکت.
بازم ازت متشکرم. به خدا این کار برام عین مسکن. آه زیاد حرف نزن، بیا یه چای بخوری. ممنونم، مامانم منتظر. ببین چون خسته ای اصرار نمی کنم، برو یکم استراحت کن، راحت بگیر، بخواب، حالشو ببر. دمت گرم. ممنون، تو هم خوابای خوب ببینی. یعنی شب اونجا مونده؟ اما سرما میخوره که. گفتم اما گوش نمیده که دخترم افتاده رو دنده لج. ای بابا چقدر ناراحت شدم. به لیلا نگو این اتفاق افتاده، اونم روحیش خراب میشه. باشه شما هم دیگه ناراحت نباش، ما که بیاییم آشتیتو میدیم، نگران نباش. نه نگرانم، نه اینکه میخوام آشتی کنم، دیگه حوصله‌شو ندارم تو این سن و سال نازی یکیو بکشم، منم خسته شدم دیگه، کافیه. شما چی کار میکنین؟ صبحونه خوردین؟ اول من رفتم حموم، به خاطر همینم لیلا دیر کرد، اما داره حاضر میشه. جمینا بیان با هم دیگه صبحونه میخوریم. خوش بگذره، ایشالله خبرهای خوب به هم بدین، یه ذره خوشحال بشم. ایشالله. خب دیگه مامان قطع میکنم، ناراحت نباشی. باشه بهت زنگ میزنم. خیلی خوب دیگه، میبوسمت. لیلا زود باش، من وقتی منتظر تو بودم داد نمیزدم. جیم اومد. صبح بخیر عشقم. عزیزم خیلی دلم برای تنگ شده بود. منم عشقم، منم خیلی دلتنگت بودم. بیا تو عزیزم بیا. لیلا صبح بخیر. سلام، خوش اومدی. ممنونم، چه خبر؟ سلامتی، شما چه خبر؟ خبر خاصی نیست. نمی اومد، به زور آوردمش. اصرار که کرد نتونستم ناراحتش کنم، دلتنگ تو هم بودم، گفتم لاقل بیام و ببینم. خیلی خوشحال شدم، مرسی. بشین دیگه. آخه دوستم پایین وایستاده. که اینطور؟ کیه؟ نظمی، از دوستای قدیمیمه. دکتره، طرحشو فرستادن اینجا بگذرونه. آه چه خوب. گفتم با هم صبحونه بخوریم، خیلی هم مشتاق با تو آشناشه. چرا که نه، منم خوشحال میشم. پس حاضر که شدیم بیاین. باشه عزیزم، شما دوستتو تنها نذار، ما حالا میاییم. دیر نکنین. چشم. جفتتون خیلی بد نقش بازی میکنی. چی کار کنم؟ خب زود باش بابا، زود باش، نظمی منتظره. اسمشو ببین، نظمی. حتما اسم پدر بزرگشو گذاشتن روش. آخه چرا باید یکی با این سن و سال اسمش نظمی باشه؟ خب بوراک میذاشتن، چه میدونم از این چیزا. الان دیگه این اسما مد نیست. تو از الان نقنقات شروع کردی، یا زود باش برو موهاتو خوش کن. باشه بابا، تو برو، من راحت حاضر شم. باشه، من خودم بیشتر از تو هیجان دارم، برم ببینم پسرش شکلیه. خوش اومدی پسر. ممنونم مامان جون، از نونوایی نون تازه گرفتم. عزیزم خدا رو شکر دستت نون آور شد. خدا رو شکر. نتونستم درست حسابی خوشحال شم، چجوری حالمون رو خراب کرد. از دیشب که با تو حرف زدم تا الان میلرزیدم، الان یکم خوب شدم. میخواستم بیام، چرا نذاشتی؟ شاید آشتیتون میدادم. لازم نکرده، آشتیم نمیخوام، اینجوری خوبه، منم یکم راحت میشم. خب تو چی کار کردی؟ خیلی سختت نشد که عزیزم؟ نه نشد. الان قشنگ دوش بگیر، صبحونه بخور، برو بخواب. باشه عزیزم. صبح بخیر بابا جم. صبح بخیر. حالت چطوره؟ خسته شدی؟ نه خسته نشدم. خوشحالم. بفرما بابا.
پول صاحب ماشین رو دادم. امروز انقدر برام در اومد. پیش تو باشه. من که نمیتونم کمکی کنم. هر حساب کتاب تو هم قاطی نشه. خواهش میکنم بابا جون، این چه حرفیه؟ میریم بیرون؟ میرم قهوه خونه. صبح همه اونجان. بعدش هم دوستای بیکارم میان. گپ میزنیم، تخته بازی میکنیم. شبم برمیگردیم. میبینیش؟ بچه مدای اینو در نمیاره. برو عزیزم، برو حمام، یه دوش آب گرم بگیر، برو بسرم. الو. الو، صبح شما بخیر. لیلا تکین شما هستین؟ بله، بفرمایید. لیلا خانم، من عثمان نوری هستم. از آژانس توریستی زنگ میزنم. رزومتون رو تو اینترنت دیدم، برای اون زنگ زدم. که اینطور؟ اگه امکان داشته باشه میخواستی ملاقاتتون کنیم. آخه چیز ده، فقط برای کار تو شرکت توریستی من سطح انگلیسیم زیاد خوب نیست. تو کادری که دنبال کار میگردیم زبان انگلیسی لازم نداره. اول تشریف بیارید مصاحبه، شرط و شروط رو با هم دیگه صحبت میکنیم. اما من الان خارج از شهرم، میشه دوشنبه بیام؟ چرا که نه؟ ساعت 2 براتون خوبه؟ بله بله، من الان شمارتون رو یادداشت میکنم. صبح دوشنبه زنگ میزنم، آدرسو میگیرم. باشه لیلا خانم، روز دوشنبه میبینمتون. روز خوش. ممنونم همچنین. تموم شد. خیلی ممنونم آقا عثمان. خواهش میکنم، خونه قدیمی منو که سالها بود فروش نمیرفت فروختین. مگه میشد من خواهش شما رو رد کنم؟ نمیشد که، هنوز با شما کارهای زیادی داریم. اینشالله. فقط یه خواهش دیگه ازتون دارم. لیلا نفهمه من واسطه کارش شدم. اون همسر سابق منه، گفته بودم. اون الان مغروره. با اینکه به کار احتیاج داره قبول نمیکنه. متوجهم. اصلا نگران نباشین، هیچی نمیگم. متشکرم. خیلی پشتکار داره. مطمئنم خیلی ازش راضی میشین. چند ساله اینجایی؟ مدت زمانی کوتاهیه. آره، همونطور که گفتم چون نظم خیلی دوستش با آتش نشه، گفتم بریم اینجا با هم یه صبح بخوریم. کاملا همینطوره. که اینطور خیلی هم خوبه. اومد. خوش اومدی. سلام، من نظمیم. منم لیلا. لیلا بی خبر از سایه پشت سرش، صورتشو به سمت روشنایی برگردوند. بعد از یه زمستون طولانی و خسته کننده، لیاقت یه بهار خوب و